Bonjour et bonsoir. Bonjour et bonsoir, j'espère que vous allez super bien. Alors, on attend un peu les autres. Salut. Voilà. Très bien, super. Bonjour et bonsoir. J'espère que vous allez super bien. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Je suis à vous avec le 19e dimanche des directs, le Palais des Solitudes. On raconte la vie de Soraya Esfandiari Bertiari, ex-impératrice de l'Iran. Voilà, très bien. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui nous rejoignent. Très bien. Alors, من قبل از اینکه شروع بکنم توضیحات فارسی اول لایو رو بدم. ما لایو های یک شنبه با لایو سه شنبه همون فرق داره. لایو های یک شنبه همون لایو روحانی کتاب هستش. ما کتاب Le Palais de Solitude، کتاب کاخ تنهایی رو یک شنبه ها، الان 19 یک شنبه ایه. حالا یه ذره وقف افتاد به خاطر مریضی من که چند وقت پیش داشتم، اما در کل 19 یک شنبه ایه که ما داریم روخانی میکنیم کتاب کاخ تنهایی رو، کتابی که نویسندش در واقع کتاب زندگی خاطرات سریا اسفندیاری بختیاری، همسر دوم محمدرضا شاه، حالا محمدرضا پهلوی، و راجع به زندگیشون صحبت میکنیم. ما توی 18 تا جلسه قبلی تا اواسط صفحه 29 پیش رفتیم. هنوز در واقع میشه گفت توی فصل دوم هستیم. فصل دوم یه 4 جلسه دیگه فصل دوم رو تمام میکنیم و توی این مدت، خب اینم بگم که هم کتابی که میدن دست منه پی دی افش توی کانال تلگراممون هست. شما میتونید وارد کانال تلگراممون بشین، پی دی اف کتاب رو دانلود بکنین و کتاب رو داشته باشین. هم تمام 18 جلسه قبلی این لایو توی کانال یوتیوب ما آرشیو شده، یعنی اگه میخواین از اول شروع بکنین کتاب بخونین به ما برسین، خیلی دیر نرسیدین. یعنی کلا ما 29 صفحه خوندیم، میتونین حتما برین 29 صفحه قبلی رو توی کانال یوتیوبمون گوش بکنین، ببینین اصلا داستان از چه قرار بوده و به ما برسین، با ما ادامه بدین. حالا ما چون یه مقدار فاصله افتاده و ممکنه بچه‌ای که جلسه آخر با ما بودن مقدار یادشون رفته باشه، من یه توضیح کوچولویی بدم. آخرین جلسه‌ای که با هم دیگه داشتیم، داستان از این قرار بود که خب ایران بودن، سریا و پدر مادرش ایران بودن و داشت از رویاهاش میگفت که یکی از بزرگترین رویاهای سریا توی سن مثلا 12-13 سالگی یا حتی 9 سالگی اینه که بازیگر بشه. خیلی دنبال بازیگر بودن بوده، میرفته بازیگر معروف دنبال میکرده، فیلم های معروف رو میدیده، تو زندگیش تو ذهنش رویا پردازی میکرده و اینا. یه روز هم میاد مثلا به مادرش میگه که من میخوام بازیگر بشم. مامانش میگه چرا که نه، ولی اولش باید تحصیلاتتو تمام بکنی. ولی تو ذهن خودش داره میگه که پدر من از من انتظار داشته که من یک دختر نجیب باشم. حتی تو خود ورژن فرانسوی کتاب نوشته نجیب و خودش توضیح میده، میگه نجیب دختریه که کار نمیکنه و تنها آیندهش از نظر پدر من اینه که بتونه با یه آدم خوب ازدواج بکنه. یعنی ازدواج خوب تنها خواسته ایه که یه جورایی پدر سریا داره به عنوان یک دختر نجیب و تو ذهنیتشون نمی گنجه که سریا بخواد با آرزوش که بازیگر شدن باشه برسه. تا اینجا کار خوندیم و اینم بگم یه نکته خیلی مهمی که جلسه پیش بهش برخوردیم این بود که سریا 13 ساله توی یک مدرسه ایرانی، توی من دارم پاراگراف دوم سوم صفحه 29 میگم، سریا 13 ساله توی یک مدرسه ایرانی توی کلاسشون عکس محمدرضا شاه در کنار فوزیه رو میبینه. فوزیه کیه؟ فوزیه اولین زن محمدرضا شاه اون موقع که دختر پادشاه مصر بوده. پادشاه مصر خواهر پادشاه مصر بوده فوزیه. پادشاه فاروق مصر خواهری داشته به اسم فوزیه که فوزیه اولین زن رضا پهلوی بوده، محمدرضا پهلوی بوده، که عکس این دوتا رو برای اولین بار در عمرش
سریا توی کتاب توی کلاسشون بالای سردر کلاسشون این عکس رو میبینه و هم کلاسیاش بهش میگن تو شبیه فوزیه ای. این هم خیلی خوشش میاد، میگه آره به نظر من که فوزیه خیلی خوشگله، اگه من شبیه فوزیه باشم خیلی خوششانسم. و حالا تو اون چیز دنیای بچگی خودش میگه که این فوزیه که اینقدر خوشگله چرا نرفته زنه مثلا کلارک گیبل بشه، که تو ذهن خودش توی یه بازیگر خیلی معروفی بوده که مثلا خیلی دوستش داشته سرایا. ما تا اینجا خوندیم، ما تا اینجا تو جلسه 18 خوندیم، در واقع از صفحه 29 اونجایی که میگه لگزم مانجوسوی اسومه میخوایم ادامه بدیم. امروز اینم بگم، امروز خیلی ادامه نمیدیم، در حد 3 4 تا پاراگراف ادامه میدیم، تا واسط صفحه 30 جلو میریم. یکی من فردا ساعت 4 نیم صبح بیدار شم و یه ذره زود بعد بخوام. Alors, donc messieurs dames, je vous invite à regarder à la page 29 le livre Le Palais des Solitudes, Le Palais des Solitudes à la page 29. Comme d'habitude, je vais lire, vous allez écouter, vous allez essayer de répéter après moi. Après avoir lu plusieurs fois, je vais vous expliquer la définition des nouveaux vocabulaires. C'est ce qu'on fait chaque semaine. Alors, écoutez bien. C'est quel niveau ici ton cours de français? Ben, je dirais c'est niveau A2+. Oui, je dirais c'est niveau A2+, mais en tenant compte que j'explique la définition des nouveaux vocabulaires en persan, même les élèves du niveau A1 peuvent participer à ce direct. L'examen, je suis assommé. L'examen, je suis assommé de fatigue. L'examen, je suis assommé de fatigue. Je remets ma copie, lève la tête pour regarder par la fenêtre. C'est l'été. Je n'ai même pas vu passer les saisons. L'examen, je suis assommé de fatigue. Je remets ma copie, lève la tête pour regarder par la fenêtre. C'est l'été. Je n'ai même pas vu passer les saisons. L'Allemagne a capitulé. La guerre est terminée. Enfin, ma mère peut rentrer en Europe. Mon père a accepté. Fini pour moi l'Iran, à tout jamais. Je répète. L'Allemagne a capitulé. La guerre est terminée. Enfin, ma mère peut rentrer en Europe. Mon père a accepté. Fini pour moi l'Iran, à tout jamais. À tout jamais. Peut-être une autre paragraph chimique. پاراگراف اولش که صرفا حالت توصیفی داره، داره توصیف میکنه، میگه که لگزمن جو سوی اسومه ده فاتیگ جو رامه ما کپی لیو لا تیت پور رگارده پر لا فنتر سه لته جو نی مم پا وی پاسه لی سزون. میگه که دوران امتحانای من دارم بیهوش میشم از خستگی، جو سوی اسومه ده فاتیگ جو رامه ما کپی برگه امتحانمو میدم به مراقب. Je lève la tête pour regarder par la fenêtre. سرم میارم بالا که بتونم از پنجره نگاه بکنم. C'est l'été. تابستون شده. Je n'ai même pas vu passer les saisons. من حتی گذشته فصلها رو، گذر فصلها رو متوجه نشدم. Je n'ai même pas vu passer les saisons. از طرف دیگه میاد یه اخبار خیلی مهم رو بهتون میده. اگه یادتون باشه توی جلسه های پیش گفتیم که اینا یه دور رفتن آلمان، منطقه به خاطر اینکه تو آلمان جنگ جهانی دوم شده بود، باباش نمیتونست کار خوب پیدا بکنه و اینا، دوباره مجبورن برگردن. شرایط جنگ خیلی سخت بود توی آلمان به خاطر جنگ جهانی و مجبور شده بودن اینا برای دوباره برگردن به ایران. حالا در ادامه اون حرف داره میگه که لالمانی اکپیتوله. کپیتوله یعنی اینجا یعنی تسلیم شدن. میگه آلمان تسلیم شد. لاگر اترمینه. جنگ به پایان رسید. انفان ما مر پور رانتری ان اروپ، مون پر ا اکسپته. بالاخره پدرم هم میتونه برگرده به اروپا، مادرم هم میتونه برگرده به اروپا، پدرم هم قبول کرده این قضیه رو که مادرم برگرده. ما مر پور رانتری ان اروپ، مون پر ا اکسپته. فینی پور مو الیران. فینی
Pour moi, l'Iran. برای من ایران تموم شد. À tout jamais. تا همیشه. یعنی تصورش اینه. تو سن 13 سالگی که جنگ تموم میشه و با پدر مادرش برمیگرده به اروپا، فکر میکنه که دیگه ایران برای من تموم شد. رفت تا همیشه. خدا حافظ ایران. دوباره اینجا، یعنی برای فکرم سومی یا چهارمین باره که هی اینا دارن سویچ میکنن، هی ما سریای توی ایران رو میشناسیم، بعد دوباره میره آلمان، دوباره میره اروپا، هی اینا در حال جابجا شدن بودن تو حداقل تو این 13-14 سال اول زندگی سریا. حالا ادامه بدیم. اکوته ایسه ای دو غپته اپخه من. می پران شوزیر دو ویور از یوریخ ولفس هومن Zurich, Vollishoven, en Suisse allemande. Ainsi, ma mère pourrait parler sa langue et retrouver la joie de vivre qu'elle avait perdue à Ispahan. Il avait trouvé un pensionnat pour moi, la printanière, à Montreux. La printanière à Montreux. La printanière à Montreux. Mes parents choisirent de vivre à Zurich-Volshumen, en Suisse allemande. Ainsi, ma mère pourrait parler sa langue et retrouver la joie de vivre qu'elle avait perdue à Ispahan. Ils avaient trouvé un pensionnat pour moi, la printanière à Montreux. یکی از دوستان کامنت گذاشتن سلام، وقت بخیر، این کتاب مناسبه چه سطحی است؟ ببخشید تازه پیدا شما شدم. ببینید این کتاب سطحی که به دردشون میخورن ادو پلوسه، یعنی از سطح ادو به بالا به دردشون میخوره، اما از اونجایی که از یه جایی به بعد بچه‌ها از من خواستن که متن رو همزمان که دارم روخونی میکنم صفحه 29 این بچه‌ها همزمان که دارم روخونی میکنم فارسیش هم بگم، دیگه از یه جایی به بعد بچه‌ها سطح آ1 هم میتونن شرکت بکنن و هیچ ممانعتی برای شما وجود نمیاد، میتونن کامل متوجه بشن کتابو. اولش ولی با این هدف اومدیم جلو ببریم که ادو پلوس باشه، منتها نه، الان میتونیم بگیم هر ساعتی میتونن تو لایو شرکت بکنن. و در کل اگر تازه با پیج آشنا شدین و نمیدونین اصلا این لایو چیه، سه شنبه ها چیکار میکنیم، یه شنبه ها چیکار میکنیم، داستان از چه قراره، حتما هایلایت راهنما رو سر در پیج بخونین، خیلی مهمه اون هایلایت. والا مه پارون شوازیر دو ویور از زوریخ ولسبورن ولز هوون آن سوئیس آلمان. پدر مادر من انتخاب کردن که توی یک شهری به اسم زوریخ ولس ولس فولیز هوون، خیلی سخته تلفظش، فولیز هوون که توی سوئیس قسمت آلمانی زبان سوئیس هست زندگی بکنن. یعنی رفتن توی سوئیس یه منطقه آلمانی زبان پیدا کردن و خواستن اونجا زندگی بکنن. چرا همچین کاری کردن؟ چی میشه؟ ainsi ma mère pourrait parler sa langue et retrouver la joie de vivre qu'elle avait perdue à Ispahan. به این ترتیب مادر من میتونسته که زبان مادری خودش رو صحبت بکنه و اون شادی زندگی که در اصفهان از بین رفته بود براش، اون شادی که براش کور شده بود تو زندگی کردن در اصفهان، دوباره بتونه پیدا بکنه، بتونه دوباره زبان مادریشو صحبت بکنه. اونا همچنین یه پانسیونه برای من پیدا کرده بودن، یه جور میشه گفت مدرسه دیگه، آره، یه مجور مدرسه، یه جور پانسیونه برای من پیدا کرده بودن به اسم پرنتانیر، این مدرسه هایی که میرن توی شبیه کالج زندگی میکنن، به اسم پرنتانیر توی شهر مونترو، یه شهر خب توی پاریس، توی سوئیس یه شهری وجود داره به اسم مونترو که این مدرسه سریا، این پانسیونه سریا توی شهر مونترو بود. پس بعد از کشمکش‌های فراوان و بعد از جنگ جهانی دوم پدر مادر سریا تصمیم میگیرن که برن توی قسمت آلمانی زبان سوئیس زندگی بکنن و برای سریا هم توی شهر مونترو توی پانسیونه میخوان ثبت نامش بکنن که اسم پانسیونه هستش La Printanière. La Printanière c'est le nom de pensionnat que les parents de Soraya avaient choisi pour elle en Suisse. Alors, continuons. C'est un établissement sévère, m'avait dit ma mère. Tu devras couper tes ongles ras et te faire des tresses. À la printanière, on ne plaisante pas. À la printanière, on ne plaisante pas.
Je répète. C'est un établissement sévère, m'avait dit ma mère. Tu devras couper tes ongles ras et te faire des tresses. À la printanière, on ne plaisante pas. À la printanière, on ne plaisante pas. Voilà. مادرش راجع به این پرنتانیه، راجع به این پانسیونه جدیدی که قرار ثبت نامش بکنم بهش چی میگه؟ میگه ستن اتابلیسمان سور، اینجا یه مؤسسه خیلی جدی هستن، خیلی جدی و محکم. اینو مادرم به من گفت. باید ناخوناتو از ته بگیری، تو دوغا کوپت زنگل، غا، غا یعنی از ته. از ته باید ناخوناتو بگیری، به جز اون، تو دوغا تفر ده ترس، همیشه هم باید مواد بافته باشه. Tu devras te faire des tresses. Tresses, Michel Boftem. Bon, moi, je vais boffer. À la printanière, on ne plaisante pas. Et une fois, si on me dit, ma santé, Folanja, Chouchina de la moto, Chouchina de la niste, il y a d'ailleurs un aspect de plaisanter cette fois de Cardani, Chouchina Cardan. Tu es ma dresse, alors tu es établissement de printanière, qu'est-ce que tu as Chouchina de la? حواست رو جمع کن. خیلی جدی هم باید ناخوناتو بگیری، موتو ببافی همیشه و اینا رو مادر سرعی های سرعی هم بگیری. بریم صفحه بعد. رگرده على پج 30 على پج 30 لپرمیه پاراگراف على پج 30 نو واسی پور من انسکریپسیون دان لبورو ویتره ده لا دیرکتریس اتنتیف. Mon père signe les formalités, tandis que ma mère feuillette le règlement. On répète. Nous voici pour mon inscription dans le bureau vitré de la directrice. Attentif, mon père signe les formalités, tandis que ma mère feuillette le règlement. Tandis que ma mère feuillette les règlements. Je hasarde un regard à travers le carreau et je découvre une dizaine de jeunes filles devisant entre elles au haut d'un escalier. Je hasarde un regard à travers le carreau et découvre une dizaine de jeunes filles devisant entre elles, au haut d'un escalier. Certaines ont mon âge, d'autres sont plus âgées. Elles portent des vêtements à la dernière mode. Leurs cheveux sont bouclés. Leurs bouches maquillées. Je croise les doigts pourvu que mon père ne lève pas la tête, s'il les voit, il va me ramener sur le champ à Zurich. Je répète ce paragraphe. Nous voici pour mon inscription dans le bureau vitré de la directrice. Attentif, mon père signe les formalités, tandis que ma mère feuillette le règlement. Je hasarde un regard à travers le carreau. Découvre une dizaine de jeunes filles devisant entre elles au haut d'un escalier. Certaines ont mon âge, d'autres sont plus âgées. Elles portent des vêtements à la dernière mode. Leurs cheveux sont bouclés, leurs bouches maquillées. Je croise les doigts pour vous que mon père ne lève pas la tête. S'il les voit, il va me ramener sur les champs à Zurich. که واسه رئیس اون مدرسه بوده با مام بابام که مام بابام منو ثبت نام بکنه. نو واسی بور انسکریپسیون. انسکریپسیون میشه ثبت نام. ما اومدیم برای ثبت نام منو پدر مادرم توی دفتر شیشه‌ای دیرکتریس. بور ویتره دو لا دیرکتریس. اتنتیف مون پر سینی ل فرمالیته. خیلی با دقت پدر من داره اون کاغذ ها رو امضا میکنه، کاغذ های فرمالیته رو. همزمانم تاندی که ما مر فایت لا رگلمان، یه میشه گفت چی میشه اسمشو گذاشت، یه جور بولتن مقررات مدرسه وجود داره که مادر من داره اونا رو ورق میزنه. اینجا با یه فعل جدید داشته میشیم فایته. فایته یعنی ورق زدن.
مادرم داره مقررات مدرسه رو ورق میزنه، فایت لاغه، پدرم که داره فرمولیتا رو امضا میکنه. حالا همزمان که همه این اتفاقا داره میفته، جو ازغد ان گران ان رگار ا ترافر لو کارو و دکوور اون دیزن دو جون فی دو ویزا انتخل او او دان اسکلی. من خیلی تصادفی، جو ازغد، من خیلی تصادفی نگاهم میخوره از پنجره بیرون، از اون شیشه بیرون، و یا میبینم یه حدودا 10 تا دختر جوانی دارن بالای راپله با هم دیگه صحبت میکنن. اون دیزن دو جون فی یعنی 10 تا دختر جوانی، دو ویزان، دو ویزان اینجا پارتیسیپ پرزان فعل دو ویزه است، دو ویزه سعودی پرله، دارن با هم دیگه صحبت میکنن اون 10 تا دختر بین خودشون، او دن اسکلیه بالای یک راه پله. سختن اون منش، بعضیشون هم سن منن، دوتر سون پلیزشی، بعضیشون بزرگتر. ال پورت دویدمان على درنیر مود، لباساشون آخرین موده. لر شوه سون بوکله، موهاشون بوکله شده است. دهانشون هم آرایش شده است. منظور از دهان آرایش شده اینه که لباشون رژ لب داره. جو کواز ل دوا، جو کواز ل دوا یعنی این کار میکنم، یعنی دارم از خدا میخوام، امیدوارم واقعا، جو کواز ل دوا، میگم خدا کنه که، انگشتام اونجوری میکنم و میگم خدا کنه که پدر من سرشو بالا نیاره اونا رو ببینه، اگه اونا رو ببینه که با این وضعیت لبای روی زده و موهای فلان و لباسای فلان و اینا اونا رو ببینه، ایلو مغمنه سغرشان از یوغیست، من رو برمیگردونه مزرعه که توی زوریخ زندگی میکنه. بنابراین چه اتفاق افتاده؟ بیان خودتون رو بزنین جای سریا. این همزمان که دارن ثبت نامش میکنن، یهو نگاه میکنم اینا، اوه اوه، همه اینا رئیسشون هم سن منن، رئیسشون بزرگتر از منن، چه خوشگلن، چه آرایشی دارن، چه موهای قشنگی دارن، و دوست داره شبیه اینا باشه. چرا؟ چون یادتون باشه تو دو جلسه قبل توی ایران که بود، همش لای یه سری دخترایی بود که همش زودتر میخواستن ازدواج بکنن و فقط داشتن به شوهر فکر میکردن و اینا، و بین اونها احساس خوبی نداشته سریا. بنابراین اینجا که اینا رو میبینیم میگه ایان تایپ من اینا، من با اینا حال میکنم، دوست دارم که بین اینا باشم، و همش پیش خودش میگه که خدا کنه بابام اینا رو نبینه، اگه بابام اینا رو ببینه که اینجوری آرایش کردن و رژ لب زدن و فلان و اینا، منو برمیگردونه همون جایی که توی زوریخ بودیم. ادامه بدیم پاراگراف آخرام بخونیم. اوف ایل نریان رمارکه، اوف ایل نریان رمارکه، ایل سیگنه ل پاپیه ما مر مون سوری، ایل سیگنه ل پاپیه ما مر مون سوری، پوی ایل پرن tous deux congé de la directrice, je les accompagne à la porte, il m'embrasse. Ouf, il n'a rien remarqué. Il signe les papiers, ma mère me sourit. Puis ils prennent tous deux congé de la directrice. Je les accompagne à la porte, il m'embrasse. C'est un collège respectable, dit mon père avant de s'éloigner. Tâche de t'en montrer digne. Tâche de t'en montrer digne. C'est un collège respectable, dit mon père avant de s'éloigner. Tâche de t'en montrer digne. اولش میگه اوف ایل نریان رمارکه، یعنی آخیش چیزی ندید، حواسش نبود اون دختر رو ندید. ایل سین لی پاپیه، داره برگاه رو امضا میکنه. ممر مسوری، مامانم بهم لبخند میزنه. بعد اونا مجبور میشن که از رئیس مؤسسه خدافظی بکنن. ایل پرن تو دو کنجه دو لا دیرکتریس. ژو لز اکامپانی ا لا پورت، با همراهیشون میکنم پدرم در. ایل مام رسمنو میبوسن. در حین اینکه داره میبوستش، پدرش بهش چیزی میگه. میگه که ستن کالج رسپکتاب، اینجا مدرسه قابل احترامیه. حواستو جمع کن، اینجا قابل احترامیه. اینو بابام بهم میگه قبل اینکه ازم دور بشه. دی مون پر اوان دو سلوانیه، با آخرین جمله هم که بهش میگه اینه که تش دو تان منتره دینی، حواست جمع کن که خودت دختر شایسته ای نشون بدی، خودت دختر مناسب نشون بدی، سعی کن خودت رو شایسته نشون بدی. این آخرین جمله ایه که پدرش بهش میگه قبل از اینکه باش خدافظی بکنه و اونو ثبت نام کرده که بمونه توی اون پانسیون. ولا J'espère, nous avons lu jusqu'ici et nous allons continuer, nous allons arrêter en fait ici et on va continuer la suite la semaine prochaine.
حالا تا اینجا کار راجب لغت ها، راجب خود داستان قصه اگه سوالی دارین میتونین از من بپرسین. من اینم بگم تا شما سوالاتو میپرسین که این لایو قطعا توی کانال یوتیوب ما آرشیو میشه، پی دی اف کتابم توی کانال تلگرام هست. J'attends vos questions si vous en avez, n'hésitez pas. Apparemment, il n'y a pas de questions. Soit j'ai parfaitement expliqué. Fais le varag zadan ro benevisin. Bacha chize PDF kitab hast tu kanal Telegram. Kitabam ke inje dini yani shayeste. Live az qismat avval dar YouTube hast. Bale bale bale. Tamam live az qismat avval tu YouTube hast. Majbur nistin ke chiz bokonin. Foytam baratun neveshtam. Mane varag zadan. دینی هم گفتیم میشه شایسته، مؤدب، مناسب. لایو هم هر 18 قسمت قبلیش توی کانال تلگرام، توی کانال یوتیوب هست. خود پی دی اف کتاب اگه بخواید توی کانال تلگرام هست. یعنی ایدئال ترین حالت واسه دیدن لایو ها، چه لایو های یک شنبه چه لایو های سه شنبه، اینه که دو تا دیوایس داشته باشین. با یه دیوایستون اگه کتابو ندارین، با یه دیوایستون پی دی اف کتاب باز باشه، با یه دیوایس دیگه‌تون شروع کنین همزمان لایو رو ببینین. مثل کلاسمون انگار که یه شنبه سه شنبه ها کلاس داریم، جفتش هم ساعت 10 شب. فرقش اینه که رایگانه. خب دیگه چی سوال؟ اوکی تره بیم، جو وز ام پری، مرسی بوکو ا وو دو نوز اوار اکامپانی سو سوار. جو وی کانتینوه اوک وو لا سمن پروشن اوک لا 20ایم سسیون. Et je vais archiver cette séance sur notre chaîne YouTube.